اصفهان دیدنی ترین شهر ایران است. وقتی از اصفهان و جاذبه های آن حرف به میان می آید، هم از سی و سه پل، پل خواجو و میدان نقش جهان حرف می زنند. اما برای کسانی که اصفهان را بهتر می شناسند، محله جلفا جذاب ترین مکان این شهر است. محله جلفا از محله های مشهور شهر اصفهان است. محله تاریخی که 3000 خانواده ارمنی از حدود 400 سال پیش، یعنی دوران شاه عباس صفوی، و در پی کوچ اجباری در آن ساکن شدند. حمام‌های متعدد، چند کاروانسرا، بازاری بزرگ و یک میدان مربع شکل جلفا را مبدل به شهری دنج و زیبا کرد که بعدتر بافت قدیمی و دست نخورده و کوچه‌های سنگ فرش شده آن با کافه‌ها و رستوران‌های جذاب و وسوسه‌انگیزش خاطره‌ای تکرار ناشدنی برای هر کسی شد که به این منطقه رفت و آمدی داشته است. به صورت کلی 5 محله با نام‌های میدان بزرگ، میدان کوچک، چهارسو، غاراگل و هاکوبجان با شکل و شمایلی خاص در زمان شاه عباس اول شکل گرفتند که اکنون جلفای قدیم نامیده می‌شوند. از همان ابتدای ورود به جلفا، کوچه و خیابان‌ها چشمتان را می‌گیرد. کوچه های پرپیچ و تاب قدیمی کنار درختان بلند بالا ترکیبی جذاب ساختند. میدان جلفا از دیدنی های اصفهان است که در بخش جنوبی رودخانه زاینده رود قرار دارد. کلیساهای وانک، بیت اللحم و مریم نیز در این میدان قرار دارند. میانه میدان سردیس زاون غوکاسیان، فیلمساز و منتقد سینما، نصب شده است. کافه های دنج با نمای بیرونی خاص و گلدان های زیبا زینت بخش کوچه های جلفا شدند و بوی چوب صندلی‌ها هوش از سر رهگذران می‌پراند و میان تنین صدای موسیقی و بوی مست‌کننده قهوه ایشان را وادار می‌کند چند لحظه را آنجا سپری کنند. جر شد از کفت یار بی‌وفا کن کنار پل سرا. شبگردی در جلفا حال و هوای دیگری دارد و شما را بسیار به وجد خواهد آورد. مغازه‌های شیک و آنچنانی، مراکز خرید متنوع و مدارس موسیقی و البته آرامش و نظم خاص جلفا را به یکی از رمانتیک ترین نقاط ایران مبدل کرده است. مکانی که به خصوص برای جوانها و دلدادگان بسیار پرکشش است. کلیسا در محله جلفا با مصالح خشتی و معماری سنتی ایرانی بنا شدند که البته یکی از دلایل مهم جذابیت جلفا هستند. از میان این کلیساها، کلیسای وانک، مجموعه کلیسای مریم و هاکوب
و کلیسای بیت لحم معروف ترین هستند. کلیسای وانک را میتوان یکی از اصلی ترین و مهمترین کلیساهای جلفا به حساب آورد که از آن با نام کلیسای جامع ارامنه اصفهان هم یاد می شود. کلیسای وانک در زمان شاه عباس دوم و بر اساس معماری کلیسای سنت استاپنوس در جلفای آذربایجان ساخته شده. این کلیسا دارای گنبدی عظیم بوده و دیوارها و تاقهای بلندی دارد. مجسمه ای که روبروی کلیسای وانک و کنار حوض باصفای آن قرار دارد، تندیس یکی از اسقف‌های این کلیسا ساخته زاون آیوازیان مجسمه ساز ارمنی است. او کسی است که اولین چاپخانه را در ایران بنا نهاده است. کلیسای بیت لحم مربوط به دوران صفوی است و سال 1628 میلادی بنا شده است. این کلیسا در نزدیکی میدان جلفای اصفهان و کنار دو کلیسای هاکوب و مریم مقدس واقع شده است. هاکوب یا یعقوب مقدس نام اولین و قدیمی ترین کلیسای محله جلفای اصفهان است که در تاریخ 1607 میلادی بنا نهاده شده و ارمنی ها به محض ورود به اصفهان این کلیسا را پایه‌گذاری کردند. اما چون وسعت آن کوچک بوده و نمی توانست پاسخگوی نیاز همه ارمنی های ساکن باشد، به همین دلیل در سال 1613 میلادی کلیسای مریم مقدس را در اطراف این کلیسا ساختند. همکنون کلیسای یاهاکوب در داخل کلیسای مریم مقدس قرار دارد. خیابانگردی در جلفا انسان را شیفته می کند، آرامش بخش است و اصفهان را در کنار دیگر دیدنی های آن در میان شهرهای ایران یگانی بی‌نظیر کرده است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.